آپارات 10 ساله شد، یک گلچین 10 ساله داریم براتون، مهمون آپارات باشید. اینجا همون جایی هست که من بهش میگم سینمای کوچک آپارات، ولی در واقع اسمش لکسی سینما هست، یه جای خلوت و دنج برای فیلم خوب دیدن. ده سالگی آپارات تک وان. سلام، خوش اومدید به برنامه این هفته آپارات. سلام. چی 10 سال اینو داریم، اینو دیگه عوضش کن. کهنه شد. 10 سالی که پر از فراز و فرود بود، اما مثل برق گذشت. در این 10 سال من خودم که خیلی چیزا یاد گرفتم از فیلم هایی که به دستمون رسید، فیلم هایی که از جنوب ایران تا شمال تاجیکستان و از افغانستان گرفته تا استرالیا و آمریکا رو نشون میدادن. همین هدفمون از اول این بود که آپارات آینه‌ای باشه بی قضاوت در برابر آنچه که در جامعه میگذره. اولویت در برنامه آپارات بر نمایش مستندها و فیلم‌های سینمایی متفاوت بوده و هست. مستندهایی از زندگی و آدم‌های واقعی و فیلم‌های متفاوت و هنرمندانه که کمتر امکان عرضه شدن در نمایش‌های عمومی رو پیدا می‌کنن. این کار البته میسر نمیشه مگه با تراش فیلمسازانی که آینه به دست گرفتن تا تصویرگر زندگی و محیط اطرافشون باشن. برای برنامه این هفته مروری داریم بر اونچه که در این 10 سال گذشت و سکانس‌های برگزیده رو میبینیم از فیلم و فصل‌هایی که در آپارات داشتیم. اولش هم اصلا قرار نبود من مجری باشم، بیشتر دلم میخواست که پشت دوربین باشم، اما توفیقی اجباری نصیب شد و خوششانس بودم که در این 10 سال هر هفته به خونه های شما اومدم. سفر 10 ساله رو با مستند دماغ به سبک ایرانی آغاز کردیم. سلام، حسن سرچو هستم با اولین برنامه آپارات. در این برنامه فیلم‌های مستند و کوتاه فیلمسازان ایرانی، افغان و تاجیک به نمایش در میاد و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیره. فیلم برگزیده این هفته برنامه آپارات دماغ به سبک ایرانی هست، ساخته مهرداد اسکویی. بر اساس آمارها بیشترین عمل جراحی زیبایی بینی در دنیا در ایران انجام میشه و گفته میشه که بهترین جراحان این رشته هم جراحان ایرانی هستند. اما چی شده که عمل جراحی بینی در ایران اینقدر رواج پیدا کرده؟ تر سرگرمی دختر پسرها شده اینکه رو مد باشن. قضیه مد چیزی نیستش که جوانای ما رو به انحراف بکشونه. خب هر سنی بالاخره یه اقتضایی داره. اقتضای سینما اینه که یه تنوعی تو زندگیمون داشته باشیم. مثلا قبلا که حجاب نبوده، مثلا موی بلند خیلی مورد توجه بوده، مثلا حالت مو تنوعی دیگه. بالاخره ما که نمیتونیم مانتوی نارنجی بپوشیم تو خیابون، که به قدرم مجبور دمغمون عمل. این سکانس آغازین و زیبای فیلم مولاناست. فیلمی درباره تأثیر مولوی بر زندگی روزمره مردم تاجیکستان. وسط البته این مدت پر بوده از اتفاقات پشت صحنه، اتفاقاتی که خیلی هاش رو شماها نمیبینید. شما کریم 41 یا غلام ژاپنی رو میشناسی؟ حسن شیکاگو رو چطور؟ Ladies and gentlemen. Dave and Dave. سیمو بزن. سیمو باید بزنم این تو. Clap please. Clap هم میزنم براتون، خوشگل باشیم. اوکی. Ready? برو پایین. رفتیم قرار جدول.
حرفن؟ یک آدم لاغر دماغ دراز مشهدی. در طول این سالها فیلم های متفاوت بسیاری رو نشون دادیم. آرامش با دیازپام 10 یک فیلم نامتعارف درباره یک آدم نامتعارفه. بزرگترین ویژگیش نبوغشه. این بچه تعتاقاریه. کم خوب میشه انشالله. فیلم به محسن نامجو و نگاه دوستان و اطرافیانش به او در روزگاری که در ایران بود میپردازه و قابندی تصویرها و ساختار فیلم هم از الگوی ساختار شکن موسیقی نامجو تأثیر میگیره. این فیلم داستان زندگی خانواده مهاجری هست که در اون پدر از فعالان سیاسی در دوران پیش و پس از انقلاب بوده. این خانواده در تلاش برای دیدار دوباره با دیگر اعضای فامیلشون در ایران هستند و هیچ امکانی میسر نیست برای دیدار جز سفر به عربستان. من که میرم، شما اگه دلتون میخواد بیان همه بیاین به سلام. پس به امید دیدار دوباره با هم زنگ میزنیم. خداحافظ. دا 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 شنیدی چی شد؟ میریم مکه، همه رو میگیریم، اتینا رو میگیریم تو دلمون. خاله رو، آقا جونو. بابا تو چی؟ تو میای یا نه؟ من نمیتونم بیام. چرا؟ نمیام دیگه، یعنی یه کمی احتیاط میکنیم توی مثلا جاسوس و اینا ممکنه اونجا باشه؟ 100%. یا آبجی اینا بعد که رفتن اذیتشون کنن، بگن شما رفتید مثلا اونو دیدید و این چیزا. و یه سکانس فراموش نشدنی در این فیلم، سکانس باز کردن در شیشه مربای آلبالو. همونطور سمجبازی در میاره که رژیمای دیکتاتور هیچ فضایی رو باز نمی کنند و حاضر نیستن هیچ گونه رفرمی صورت بدن. من اونقدر با تو مثل اون ایدئالام که تمام عمرم باش براش مبارزه کردم، با تو هم مبارزه میکنم تا باز بشی. یقه همیشه گرفتاری سازه. کدوم؟ این یکی، هر دوتا، این باز بست، بالا، پایین، کدوم؟ ای لاماس. احمد شاملو، شاعر بزرگ آزادی، از معدود فیلم هایی هست که درباره احمد شاملو با حضور خود وی ساخته شده و به نمایش در اومده. فیلم مروری هست بر نظرات و دیدگاه های او در گفتگو با اهل فرهنگ. بانگاه بانوی پرغرور عشق خود را دیدم در آستانه پرنیلوفر باران که پیرهنش دست خوش بادی شوخ بود. بانگاه بانوی پرغرور باران را در آستانه نیلوفرها که از سفر دشوار آسمان باز می آورد. آدم یه عمر میاد زندگی میکنه و آدم خسته میشه میمیره، میره به کارش دیگه. دهه 60 صحبت میکردید شما درباره زندگی و مرگ و گفتید که زندگی یک تصادف است و مرگ یک واقعیت. خب این کلمه قیصر نیست؟ نه، این یه واقعیتی است دیگه. آدم بر حسب اتفاق به دنیا میاد، ولی وقتی به دنیا آمد مرگش قطعی است. جبران میمیره. انسان هست، تولد هست و مرگش هست که دیگه انسان نیست، خاطره ای هست ازش.
اونهایی که الگوی زندگی ما بودن میدونستن چه میکنن. اونا به مرگ فکر نکردن، فقط به زندگی فکر کردن. و چه خوبه که ما هم بتونیم واقعا به اونجا برسیم که مرگ برامون وجود نداشته باشه، در حالی که قاطعیت وجودش بیشتر از زندگیه عملا وجود نداشته باشه، یعنی عملا ترد بشه. جوزان میموشتم جانبازه 75% جزامیه مجتمع. در این سالها فیلم های زیادی رو هم درباره جنگ ایران و عراق نشون دادیم. ماشین روز قیامت یکی از بهترین فیلم های این مجموعه بوده، فیلمی که به زندگی جانبازانه ساکن آسایشگاهی روانی میپردازه و جهان اونها و خانواده هاشون رو تصویر میکنه. کلی از خانواده جانبازا مشکلات سختی دارن. یه دست صدای صد تا دست میکنن. اگه یه دخان گذاشتن نمیدونن که چقدر جانباز به تبلیون تو خیابونا دارن. آهای زندانی زندان درد کل رخسار زهرت زرده عزیزم آشفته حالم زدمه چه کنم مگر نلالم زغمه چه کنم مگر نلالم زغمه. گاگومان ماجرای واقعی آشنایی و ازدواج رضا و فاطمه، دو زندانی در یک زندان رو به تصویر میکشه. این اولین تجربه بلند سینمایی محمد رسولوف هست، فیلمسازی خوش‌قریحه و توانمند که براش سینما ابزاری برای طرح نقدهای اجتماعیش نسبت به محیطی که در اون زندگی میکنه. خواهرتم بیاد گفته یا نه؟ زلیخان گفته. بله گفت. خواهم برای پسرم زن بگیرم، آمدم خواستگاری برات. منم میگی چی حالا؟ من که ابدم. مدانم ابدی، من خود من مدانم ابدی، اما خدا را چی دیدی؟ خدای بالا، از این طرف ازدواج کردی، از این طرف عفو خورد بیاد زندانی شگرد، از این طرف آزادی دامد. اینا میخوای زندگی کنی؟ اینا میخوای مثلا سر سامان بگیری، بچه دار بشی، آزادیت بیاد، بری بیرون؟ چقدر زندانی داره پسر؟ 30 سال داره. خواهم منم که ابدم، چه فردا منو ترک کنه بره دیگه نیاد. نه اصلا ترکت نمیده، وقتی که زن گرفت دیگه بچی ترک بده. اگه بخواد ترک بده که من نمیام برای تو خواستگاری که. یه عکسشم. البته هم خودش نیست، داداشش هم خودش هم شکل همیه. یکی از مشکلات اساسی مجری مورد بحث فراموش کردنه. نادیا. حالا نادیا چه ربطی داشت به بهاره؟ دیگه چی بود؟ کجا بود؟ خب من قرار بود به کی بپرسم؟ از شما قرار بود بپرسم؟ یا چی بود؟ فیلم چی؟ اسمش مهم نیست. قبول، ولی یه وقتایی هم کلن فراموش میکنه. همین بود دیگه ها؟ تازه تعیینش هم همین چند دقیقه پیش بود. What am I going to say?
I forgot again. زنان بدون مردان از معدود فیلم‌های فارسی زبان سینمایی است که در خارج از ایران تولید شده و با موفقیت‌های گسترده روبرو بوده. فیلم برگرفته از رمانی به همین نام نوشته شهرنوش پارسی‌پور است و داستان زندگی چهار زن را در کوران حوادث بعد از کودتای 28 مرداد در ایران به زبانی سینمایی به تصویر کشیده. ایستاده بین این دست ها و صداها، حالا می دونستم اراده ای که همه چیز رو به جریان در میاره به من برگشته بود. در برنامه این هفته فیلم گفتگو در مه ساخته محمد رضا مقدسیان رو میبینیم. این فیلم به موضوع تلاش یک زن برای پذیرفته شدن حضورش به عنوان نماینده مردم در شورای یک ده میپردازه. برو من صد دفعه گفتم من با زن یا دختر توی جلسه نمی نشینم. تو دستگیر. بلی حاجه با من اینو تلسیر جا منگرم من باید من با شیران شستم. با روبه ها نمی نشینم. استفا بدن آقا کسایی دیگه دارم بیان جا که با نشینن صحبت دارن. آجی قدرت داره به عنوان شورای علل عدم در غلام حسین داره محمد حسین داره من به حرف تو 80 سال زندگی نخوردم به حرف تو بنم کنار بس بنیش منطقی مشکل حل به حرف تو نیا این مردم مشکل داره باید مشکلشو حل کنه باطل از یاد حرف نزن ها چیکار می‌کنی مثلا ها؟ به حضرت عباس اینقدر مزنم تا جانت برش هنر منی بدن برای دست مزنم من اتوان مگه که بری همراه بخوردن راسه بری باشو چرا اصلا با او صحبت نفرده؟ چرا نمی با... بسی اصلا میسی باشی بخش داری؟ میسی بخش داری در میسی فرمانداری شده من پاچکاتو بترسم نه تو نمی زندان نمی ترسم من الان این آقایان دارم می ترسم که تو دوتا شوه خوری ست تا نخوری ست تا وزم ست تا به ولای علی قسم ترا جایی منگرم که عرب نه اینه فکر بکرده تو مزنی فکر بکرده کیه اون موقع که بعضی بخشو بغزش زمانش اون موقع بغزش نه حسین چی خود تو بیان چی سکوت بکنم اینو با هر چی درست باید اینو که من سکوت بکنم خودتا بیام بیام سلام بکنم بالا سرش بشیم هزار بارم هر مشکل داشتیم دلش منظورم چی یا روتن برداریم بریم پین کارتو برداریم بریم بریم دیگه تمام شد بریم. در این سالها فیلمسازانی بودند که فیلمهاشون در آپارات به نمایش در اومد و دیگه بین ما نیستن، کسانی مثل محمد رضا مقدسیان و عباس کیارستمی. فصل مرور عباس کیارستمی از جمله فصلهای ویژه برنامه آپارات بود. آقا راه بازه؟ آقا شما خوبه؟ من بود بخن خواهش میکنم بستی؟ اتفاق جالبی افتاد. این همونی بود که قبلا تو فیلم بود. من هیچ زحمتی برای این کارم نکشیدم و هیچ تلاشی نکردم و هیچ برنامه ای از پیش تدوین شده برای اینکه فیلم ساز بشم نداشتم. یه کمی هم بهتره که به حساب شانس و تقدیر و سخت کوشی زیاد نکنیم و فکر نکنیم که حتما اونچه که باید ما میخواییم بشیم بشیم. شاید اتفاق این است که اون طرح که در ذهنمون داریم عملی نشه و به این خط دیگه کشیده بشیم که بعد از سالها بفهمیم که اصلا هم بد نیست. و این انتخاب من نمیم چجور آدم در بچگیش میتونه انتخاب کنه که کی میخواد بشه، در حالی که من هنوز در حدود 53 سالگی هم هنوز واقعا نمیدونم که شغلم چی هست. آیا شما عباس کیارستمی حقیقی هستی؟ شما چی فکر می‌کنید؟ منم نمی‌دونم. آخه عباس کیارستمی اصلا حقیقی نیست. ممکنه یه اسمی حقیقی باشه. تا یه روز روزگاری
در همین استودیوی بی بی سی برنامه را ضبط می‌کردیم. اما ضبط در این استودیو حکایت‌ها داشت. به نظر نمیاد که میکروفون های تازه تر هم تونست کمکی بکنه. این بود که یه لیوان آب خوردیم، جلو پلاسمون رو جمع کردیم و از اینجا رفتیم. اومدیم توی همین سینما یه کوچک آپارات جا گرفتیم. همکاران هم دارن کمک میکنن که صحنه آماده بشه برای اینکه بتونیم برنامه رو ضبط کنیم. منم دارم سعی میکنم تمرین کنم که یه وقتی توپخ نزنم. اونم چه تمرین بی ربطی. درباره فیلم های این هفته برنامه آپارات ایمیل های زیادی از دست شما به دست ما رسیده. شما دستاتون رو نگه دارید، باش ایمیل نفرستید، برید کار زندگیتون رو بکنید. برای چی میاد برای برنامه آپارات ایمیل میفرستید؟ میتونید با اون برید کارهای خوب انجام بدید، نامه های عاشقانه بنویسید، پول در بیارید، زندگی کنید. وقتتون چرا میذارید این برنامه رو ببینید؟ مصاحبه تصویری است از افغانستان دوران طالبان که در اون فیلمساز با روایتی شاعرانه و خلاق در درامی نفسگیر و پر از تعلیق زندگی یک دختر پسرپوش و تلاشش برای برملا نشدن راز دختر بودنش در دوران طالبان را نشان می‌دهد. بیا نه خود بیا یا خیرت دیگه بجا ما بیام باز آن پایت بکشم سه دفعه طرف راست سه دفعه طرف چپ سه دفعه ما باید این بچه را فقط بچه باید رقم قلمان برید بیت قلمان برید همی تمیدیم الله صاحب قلمان چیست؟ قلمان بچه‌ای که دختر نماز به بیت هست فیلم های شخصیت نگار یا پورتره همیشه بخش عمده ای از برنامه آپارات رو تشکیل میداده و سعی کردیم در این سالها چهرهای برجسته هنری و ادبی و حتی آدم های کمتر شناخته شده در عرصه های مختلف رو در این برنامه معرفی کنیم. یکی از این شخصیت ها شهین صنعتیه، زنی که در روزگار گرفتار شدن همسرش در زندان هکتارها زمین رو زیر کشت گل سرخ برد، منطقه رو آباد کرد و صدها شغل ایجاد کرد، اونم در جایی که کشت خشخاش رایج بود. تلفنشو هست دیگه، همیشه هست. بعضی وقت وقتی یه کسی نیست بیشتر هست. مردم یه شیفتگی خاص نسبت به اینشون داشتن. نمیدونم چطور شد که شهین فهمید که در استرالیا و زلند جدید یک دستگاه ریسندگی خواهی درست کردن که باش میشه روزی 5-6 کیلو پشت ریسی. رفت گشت لندن بودیم، پیدا کرد اون سر شهر که کجا هست و اینا، یه دونه دستگاه ازش خرید و دو سه روزم رفت اونجا نشست، خودش یاد گرفت که باش چجوری کار کنه. ما تقریبا کنار خانم صنعتی 10 دقیقه واسطه دیگه کار یاد گرفتیم. با خود کارگرا ارتباط بسیار نزدیکی داشت، یعنی اصلا ما تو منطقه لاله‌زار اصلا مسئله صحبت یا سر کارفرما و کارگر هیچ موقع نبود. همه لاله‌زاری هر کم یه عکسی دارن، کار خونه بری یه عکسی هش هست، این دیگه عکسه معمولیش خواهی گرفته نیست. خیلی بهش سخت گذاشت اینجا، تکیه تنها توی شهر غریب، هیچ کس هم نمیشناخت.
مثلا هنوز کارخونه ای نبود هیچی نبود، یعنی میرفت شبا میرفت که تک که هنها اونجا میخوابید. ملکه و من روایت روی روی یک فیلمساز زن که روزگاری عضو گروه های کمونیستی و مبارز علیه شاه بوده با فرح پهلوی آخرین ملکه ایران است. این دو زن با دنیایی از تفاوت‌ها و تردیدها با هم به گفتگو می نشینند و فیلمساز لحظاتی از زندگی فرح پهلوی را در روزگار تبعید به تصویر می کشد. دوستان رفته بود ایران و اینو برای من آورده، یک گیاهی رو از ایران. نیکل میتر وکتلو خاک سیاستون هم از کجا آورده؟ ممکن از نیاوران چیزه؟ خوب‌العاده است دیگه، حالا که نمیتونم برم حالا خاکشو دست میزنم. من عادت ندارم که کسی تصمیم بگیره که از چی فیلم بگیرم. من ترجیح میدادم که از فرا در نمایشگاه مد فیلم بگیرم تا در مراسم خاک سپاری. از همون هفته های آغازین سعی کردیم پای میهمانان هنرمند و صاحب نظران رو به برنامه باز کنیم، میهمانانی که هر کدومشون ارزشی افسوده برای آپارات رو به همراه داشتن و از اونها بسیار آموختیم. دردتون بیاد. دهنمکی ها مستعدی شجاعانه در زمان خودش هست که به مرور فعالیت های مسعود دهنمکی به عنوان نمونه یک چهره تندرو در عرصه سیاست و هنر ایران اختصاص داره. راستش اولش خیلی میترسیدم، یکی دو بار دیده بودمش اما نه اونقدر که به من آرامش لازمو بده. خیلی ها به من میگفتن این کارو نکن، به درد سرش نمیارزه. پگاه آهنگرانی در این فیلم سعی میکنه بی قضاوت به شناخت یک پدیده اجتماعی بپردازه. با ترس و لرز به دفترش رفتم تا موافقتش رو برای فیلمی که خودم هم نمیدونستم قراره چی از آب در بیاد جلب کنم. شاکی بعدی هفته نامه شلمچه آقای سید محمد غرزی وزیر سابق پست و تلگراف و تلفن میباشند. آقا جا ما هیچ ادعایی برای کسب این مدیریت ها تو جامعه نداریم، فقط نیت خیرخواهانه و اصلاح هست. این حرفا نیست که شما فکر میکنین اسلام جدید و قانون جدید و حزب الله و شلمچه و اینا مرد در بین مردم رایج. این حرفه که شما میدونین تمام بچه کوچکای اصفهان و بچه بزرگای اصفهان رو اون شهری که من زندگی کردم بهش عمل میکنن. میفرمایین که جناها با هم دعوا میکنن، ما جریانی هستیم که سهمی نمیخوایم. اینا همش سهمه. شما یه سهم بالاتر میخواید. شما میخواید در یه مقامی بشینی بین مردم قضاوت کنی، ولی وزارت اینا نمیخواد. وزارت اهمال اوناست که زحمت میکشن کار میکنن، ولی شما میخوای به عنوان قاضی بشینی. سهم شما بالاتر از این حرف هست. نزدیک به 16 سال پیش بود که به خاطر این مرد من از ایران خارج شدم و به کانادا اومدیم. پدرم رو میگم، شاعر و نویسنده است، اسمش رضا براهنیه. دخ که ندانی که چیست گرفتم، دخ که ندانی تو خانم زیبا. حال تمامم از آن تو بادا، گرچه ندارم خانه در اینجا، خانه در آنجا. سر که ندارم که تشت بیاری که سر دهمت سر، با تو امیران خانم زیبا. شانه کنی یا نکنی آن همه امورا،
فرق سرت باز منم باز کنی یا نکنی باز. آینه بنگر به پشت سر، آینه بنگر به زیر زمین، با تو هم ایران خانم زیبا. به من میگه اگه برای من اتفاقی افتاد مطمئن باش که اینجا میتونی تمام کتاب‌های چاپ نشده منو پیدا کنی. میگم آخه چطور ممکنه؟ اینجا حتی نمیشه راه رفت. چطور میشه چیزی رو اینجا پیدا کرد؟ چطور؟ نام تمامی پرنده‌هایی را که در خواب دیدم برای تو در اینجا نوشتم. نام تمامی آنهایی را که دوست داشتم، نام تمامی آن شعرهای خوبی را که خواندم و دستهایی را که فشردم. هر کدوم این فیلم ها برای ما دری تازه رو باز کردن و جهانی تازه رو خلق کردن، کاری که البته خیلی هم آسون نبود. در طول این مدت در سال 90 برخی از فیلمسازها در ایران به خاطر نمایش فیلم هاشون در برنامه آپارات تحت فشار قرار گرفتن و در افغانستان هم تندروها و بنیادگرایان بر اونها که چهره ها و فیلم هاشون در آپارات به نمایش در اومد سخت گرفتن. با این همه هیچ کدوم از این موانع نتونست در عزم فیلمسازان برای دیده شدن آثارشون تأثیری بذاره و تنوع فیلم ها و موضوعاتشون به تدریج بیشتر شد. با اشکام هستم به این قضیه امیدوار نیستم. این پاسپورت فیلم ماجرای دو موزیسین جوان موسیقی زیرزمینی در ایران هست که تلاش میکنن از ایران با یک گروه موسیقی خارج بشن. فیلم روایتی داستانی و مستندوار از انرژی عجیبی هست که در زمان خودش در موسیقی زیرزمینی ایران نهفته بود. به خاطر این جرفی که ما میزنیم واسه دل همیشه اصلا را نهره. اگه را داشت رادارش میکرد. تهرانه یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه، تحریک روح تا تو آشغال دونی میفهمی تو هم آدم نیستی یا آشغال بود. اینجا همه گرگه میخوا باشی مثل بره، بذار چشو گوش تو من واکنم یه ذره. اینجا تهران لعنتی شوخی نیستش، خبری از گل و بستنی چوبی نیستش. اینجا چنگل بخور تو خورده نشی، اینجا نصف اغده ای یا نصف اشی. انقلاب تقاطع استاد نجات اللهی، ساخته نسیم نجفی، شرح یک اتفاق تاریخی هست از اونها که واقعا در انقلاب حضور داشتن. خبر دادن یکی رو زدم، من نفهمیدم کیو زدم. قربان من با این عصبانی میشم از این که بگیم این کرده او کرده، مسئولیتش با مار. از ساختمان‌های اطراف میزد. انقلاب تقاطع نجات اللهی مستندی هست که در اون فیلمساز با یک تحقیق خوب و با دور هم جمع کردن افراد دخیل در تحصن دانشگاهیان در روزهای انقلاب به چگونگی کشته شدن کامران نجات اللهی و حوادث مربوط به اون روزها میپردازه. شد و تیر خورد به دکتر نجات اللهی و نجات اللهی شهید شد. تلفن ها باز بود، نمیدونم چرا ما یه تلفن مستقیم دو سه تا داشتیم. مخابره با فرانسه کردن دوستان، گفتن دکتر نجات اللهی، کامران دکتراشو نگرفته بود و خب به نفع انقلاب بود که ما تایید کنیم که دکتر، و سنشو برای اینکه با دکترا جور بشه 27 سال مخابره کردن. کامران 24 سال حضور داشت، فکر کنم 23 خورده ای داشت. در آپارات ما همچنین در این مدت فصل‌های ویژه‌ای از نمایش رو هم داشتیم، از جمله فصل‌های درباره فیلم در زمینه موسیقی زیرزمینی در ایران، فصل فوتبال، فصل فیلم‌های تاجیکی، فصل پناهجویان، فصل فیلم‌های درباره باورهای مذهبی و سنتی، فیلم‌های افغان، فصل فیلم‌های یادبود عباس کیارستمی و همطور فصل مروری بر آثار فیلمسازان بزرگ ایران، فصلی که با بهمن فرمان‌آرا شروع شد.
ممنول حیات، ممنول تصویر، ممنول اسم. آخه برای چی؟ برای اینکه تو فیلم‌های قبلی می‌رقصیدم، می‌خوندم، نقش جاهلا رو بازی می‌کردم. خب بابا سناریو همین بود. والا بهمن جون ما زنده به گوری. ولی من امروز با یه خبر خوب اومدم. اومدم ازت دعوت بکنم که تو فیلم من بازی کنی. چی؟ تو اجازه گرفتی فیلم بسازی؟ یه فیلم مستند راجع به مراسم تدفین در ایران. خب نقش اولش که به من میخوره. به همه نسل ما میخوره. بعضی وقتا خواب میبینم که تو خونه که نشستم داره آروم آروم توی لجن فرو میره. روزنامه کیهانم بارها نوشه آقای منظورش مملکتی روی آبه، که یه دفعه توی مصاحبه گفتم این تنها چیزی که کیهان گفته که من باش موافقم. این حرفتون رو نشنیده میگیرم. مروری بر آثار فیلمسازان با فصل مرور بر فیلم‌های خانواده مخملباف ادامه پیدا کرد. من محسن مخملباف هستم، فیلمساز. سکوت. همه اعضای خانواده‌ام فیلمسازن. سمیرا مخملباف هستم، فیلمساز. دوربین. حنا مخملباف هستم، فیلمساز. مرضیه مشکینی هستم، فیلمساز. کات. بابا کات. کات. جدی دارم بهتون میگم. میثم مخملباف هستم، فیلمساز. نونو گلدون، محسن مخملباف. نونو گلدون یکی از بهترین های این مجموعه بود که در اون محسن مخملباف با قصه لطیف و مدرن و در ساختاری ساده و در عین حال پیچیده، روایت سینمایی خلاق از فاصله گذاری و شکستن زمان را عرضه می‌کنه و به بهانه نقد خودش به نقد خشونت در انقلاب می‌پردازه. قصه فیلم با سازی تلاش محسن مخملباف نوجوان برای دزدیدن اسلحه یک پاسبان در جهت اهداف انقلابیه. دختر خاله؟ میخوام دخترتو ببرم جا جوونیات بازی کنه. جوونیات یادت میاد؟ آره یادش بخیر. پاسبانه یادت میاد؟ آره خدا دلیل نکنه. چی کارش کردی بنده خدا رو؟ هیچی، اومده آرتیست شه. راست میگی؟ به خدا. ای بابا الان اومدم دخترتو رو ببرم جای جوونیای تو بازی کنه. میاد؟ موسه دیگه دست از سر ما بردار. نه بابا فیلمه این دیگه. نه قربونه. خسته نباشی، بفرمایید. نمیخورم. خواهش میکنم، بفرمایید. نمیخورم. چه تعارف میکنی؟ اصلا چایی نمیخورم. چه نمیخوری؟ تعارف نمیکنم، نمیخورم. باشه. موسی واسه پاسبان حرکی خیلی سلاح میکنه. جمعه ساعت ده. همه چی واسه آماده است؟ آره. مطمئنی؟ آره. تو همین کاری که این مدت داری میکنی، میری ازش ساعت میپرسی یا مثلا آدرس میپرسی، حواسشو پرت میکنی دیگه. باشه. راستی کتاب برام آوردی؟ آره. مرسی. ولی توش خط نکشی، امانته. باشه حتما. دستت درد نکن. تشریف می آوردین تو یه شام، یه میوه، یه چیزی با هم می‌خوردین. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون. و نسل جوانتر رو هم با فیلمسازی مثل پرویز کیمیاوی از پیشروان سینمای آوانگارد ایران آشنا کردیم. یارو کارگردان راست میگه؟ سینما راسته؟ تو سینمای متفاوت، سینمای متفاوت. اصلا نمیدن چی میخواد. آدم مشکوکه. اینجور که نمیشه آقا. بابا خواسته ایم، ناراحتیم. شما بس تکلیف ما رو روشن کنید. آقا جان، آقا جان، آقا جان، کجا هستید؟ سر من انباشته از پرسوناژهای مختلف. این شخصیت‌ها در انتظارن که آقا چرا ما رو ظاهر نمی‌کنی؟ همون تصویر در انتظار. سلام
همچنین آثار جعفر پناهی، فیلمساز پرآوازه و ممنوع شده از کار رو هم در مجموعه ای به نمایش گذاشتیم. آقا پناهی، من شما رو شناختم. حتی با کلانم شما رو شناختم آقای پناهی. میشه اونجا رو نگه دارم بیان جلو رو بشینم؟ خیلی ممنون. بله، متشکرم. خیلی ممنون. فیلم برداریه دیگه آقا پناهی. چون این آقا و خانومه به نظرم میشه از این بر بریم. خیلی ممنون. میریم شهرام. متشکر. این آقا خانومه بازیگر بودن دیگه. میدونی باز از کجا شناختم؟ این آقای دیالوگ آخرش خیلی شبیه سکانس قهوه خونه طلای سرخ بود، نگه نه؟ شما کجا؟ تاکسی کجا آقا فنایی؟ خب اینم یه شغله دیگه. بله شغله، ولی هر کسی را بهره کاری ساختن. و در دنیای مستند هم فرشاد فداییان رو با مستندهای خاصش معرفی کرد. فرشاد فداییان یکی از چهره‌های متمایز و شاخص در مستندسازی هست که به فرم بیانی خاص خودش و در واقع به قول همکاراش به امضای خودش در پای آثارش رسیده. شما با سینما به هر حال تجربه کار فیلمسازی هم دارید دیگه، حالا چه به اختیار چه به اجبار. این کاست در حقیقت 400 فیت حدود 10 دقیقه توش فیلم هست. خب من خواهش میکنم که بیون که فیلم برداری رو ما قطع بکنیم، یه تیک شما به این سوال که همه زندگی من جواب بدید. تو این زمستون سرد یادی بکنیم از داغی پروژکتورا. گو برگرد نگاه کنید سفر رو. نگاه کنید شما دارید مثلا دارید. No problem. Just in my face. نه اشکال نداره. ما داشت اینجا یه قطع اتفاق میفته. دست داغه مشکل نیست. I'm fine. No problem. رفتار ما با حیوانات چطور باید باشه؟ بیاریمشون تو خونه هامون، رهاشون کنیم تو طبیعت، یکی یه گوله بزنیم به مغزشون و خلاصشون کنیم. زنجبوره تلاش هنرمندانه است برای به تصویر کشیدن شیوه های خشونتبار برخورد با سگ ها و تلاش سزن برای نجات جان این سگ ها. رابطه انسانی هیچ چارچوبی نمیشناسه، ولی آدم ها در چارچوب مناسبات اجتماعی خودشون سعی میکنن که قاعده هایی رو بنا کنن. عشق اما حکایت دیگه ایه. سلامی علیکم یک درام کمدی عاشقانه و شاد درباره ماجرای دوستی یه پسر ایرانی و یه دختر آلمانی هست
و تفاوت‌های فرهنگی و سنتی دو خانواده ایرانی آلمانی رو از زاویه هزل و طنز و حجب به تصویر کشیده. Ich bin eigentlich nur gekommen, um meinen Sohn zu suchen. Wie gut Sie Deutsch sprechen. Da merkt man gleich, dass es ein gebildeter Mensch ist. Nein, Maxas hat einen Eben. صلات زهر فیلمی لطیف و دلنشین از سینمای تاجیکستان درباره دو روستایی همجوار هست که در تدارک یک عروسی هستند. اما فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و تشکیل کشورهای جدید ناگهان باعث میشه که مرزی بین این دو روستا کشیده بشه و برگزاری مراسم عروسی غیر ممکن بشه. با این حال مردم تلاش میکنن که از پس سیم خاردارهای مرزی بر بیان و هیچ چیز مانع وصلشون نشه. А теперь вот проволоки колючие, столбы, граница называется. Ты видел, что с коровой случилось? Да видел, видел. И не таких еще видел. Если мы будем сидеть вот сложа руки, вообще не увидим друг друга. Они вот поставили одну мину, хотели напугать Салима. Я покажу им Кузькину мать. Бат, перезар! Кужо Сибхора! Йода да хатарнамон! Не глупи, Салимжан! Это вы мне? Мне говорите, да? Тебе! Йода да хатарнамон! Салим, не глупи! لرزاننده چربی از سینمای آلترناتیو ایران فضای سورئال و فراواقعی داره و در اون محمد شیروانی فیلمساز این فیلم قصه مردی منزوی با فیزیکی نامتعارف و رابطش با پسرش و زنی عکاس رو در جامعه امروز ایران به تصویر کشیده. شما مرد شناسایی نمیشنوی؟ چیه؟ چشات ضعیفه؟ نشستی؟ اون چیه گرفتی دسته؟ ترسیدم. بیا بیرون. فکر کنم چشش تو رو گرفته. شما بیا بیرون. چیکارش داری؟ دیگر آتش بود. آرچین خر بدونش بود. محسن مخملباف در پرزیدنت قصه سقوط یک دیکتاتور و فرارش با نوش رو در چرخه بازتولید خشونت در جامعه به تصویر میکشه و از نگاهی انسانی و شاعرانه به نقد جامعه خشونت زده میپردازه. دلتو گایی که سویده آورد برویز در خود سامه از چلیم تره بیاری Minaryan, çöğünün trebi. Su koyla. Bu şindeli megubrebi. Halfi. Çağrı skatsevi. Su koyla bin çöğün karşıya bu. Kasa gibi ya. Peki. Maria momen Rande cerunakit, ne numes zahim etki, fenok tuğunu alemez. Herkes miyiz? Rakin de moklan gida. Om kendeka. Ehey.
خاطرات روی سنگ روایت تلاش یک فیلمساز برای یافتن یک بازیگر زن برای بازی در فیلمی در کردستان عراق است. فیلمساز در مسیر ساختن این فیلم با بیانی شاعرانه و دراماتیک به نقد جامعه سنت زده و در حال گذار می‌پردازد. حسین، دست سنور خانم بازی نگی، درسته؟ ببینیم. باشه، بس اوگوستیه لابه. اما پرولم نیده، پرول دستی دابه. باشی چی بشه آمان درنگه بشید کنگی دست بید باشه باشه زرنای بطال کتن باشه ها خلاص البته این مجموعه رو نمیشه بدون یادی از سکانس پایانی زیبای بودا از شمع فرو ریخت ساخته حنا مخملباف به پایان رسوند. فیلم قصه بختی دختری است در بامیان افغانستان که دلش میخواد سواد یاد بگیره اما در جامعه‌ای با فرهنگ مرد سالار و جنگ زده درس خواندن دختران به این سادگی ها هم نیست. ما جنگ بازی خوش نداریم. 10 سال هم هست که میگیم امکان فرستادن لینک فیلم ها و یا عرضه فیلم ها رو برای دانلود نداریم. اما کماکان همچنان از ما در این باره سوال میشه. ما با هدف رعایت قانون کپی رایت و حق مؤلف از ارسال لینک فیلم ها برای افراد و عرضه عمومی فیلم ها برای دانلود از طریق وبسایت معذوریم و در 10 سال آینده هم در به همین پاشنه خواهد چرخید. البته امیدوارم 10 سال دیگه هم باشیم و با فیلم های متفاوت، متنوع و زیباتر کنار شما بمونیم و بیشتر یاد بگیریم. ممنونم از همه شما که در همه این سالها با ما همراه بودید و من رو بسیار راهنمایی کردید. از همه هنرمندان فیلمسازی که ما اجازه نمایش آثارشون رو دادن هم بسیار سپاسگزارم. آپارات یه صفحه ویژه داره درباره فیلم ها در وبسایت BBC فارسی که به صورت هفتگی آپدیت میشه و پر از اطلاعات درباره فیلمسازان و فیلم‌ها و مهمونای برنامه است. لینک همه گفتگوهای برنامه رو هم اونجا میتونید پیدا کنید. آدرسش هست bbcpersian.com/apparat. پیدا کردن ما در فیسبوک و اینستاگرام و توییتر هم به سادگی امکان پذیره. از طریق همین نشانه‌هایی که اینجا داره زیر نویس میشه و آدرس من در شبکه‌های اجتماعی مختلف هست، میتونید در تماس باشید و نقد و نظرتون درباره فیلم ها و برنامه رو برامون بفرستید. مثل این 10 سال که مجال همیشه زود گذشت، مجالی برای ادامه برنامه نیست. تا هفته آینده و فیلم دیگر، بدرود و پاینده باشید. بدرود و بسیار پاینده باشید.